سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. ما رسیدیم به دکمه ها، میخوایم این دکمه ها رو طراحی بکنیم. کاری که میکنیم اینه که میام هر کدوم از این دکمه ها رو یه دونه، در حقیقت با استایلت کامپوننت یه دونه از اینا درست میکنم، یعنی به عنوان یه دونه کامپوننت در نظر میگیرم هر دکمه رو. پس میام چیکار میکنم؟ میام داخل استایلت کامپوننت، این پایین یه دکمه اختصاصی برای خودم درست میکنم، اکسپورت کانست، اسمش هم میذارم مثلا باتن مساوی با استایلت دات باتن. بریم سراغش. اول کرسر رو میکنم پوینتر، که وقتی موز میاد روش یه حالت در حقیقت چیز پیدا کنه، پوینتر فونت سایز رو میکنم 2 آریم، بعد یه بوردر بهش میدم 1 پیکسل، اینو میکنم اوتسیت به جای سالید که یه ذره حالت چیز داشته باشه، حالت برآمدگی، یعنی بیرون اومدگی داشته باشه، بیرون بزنه. اوتلاینش رو میکنم ناون که اگه روش کلیک شد دورش کادری نکشه. یه بک‌گراند کالر هم بهش میدم، بک‌گراند کالر که اینم با RGBA میدم، RGBA 255 255 255 و اینو میدم 75 صدام. خب حالا میخوام وقتی این دکمه روش هاور میشه، خب من در حقیقت بک‌گراندم عوض بشه. اینجا شما داخل استایلت کامپوننت میتونید از سس هم استفاده کنید بچه ها. پس این سس مینویسم 2 نقطه هاور، دیگه لازم نیست بنویسید باتن 2 نقطه هاور، داخل همین میتونید این سس بنویسید و میام همین رو کپی میکنم مینویسم اینجا. فقط این 75 صدام میکنم 9 دهم. خب این شد دکمه ما بچه ها. حالا فقط کافیه من از این دکمه این ور استفاده بکنم، اینجا ایمپورتش میکنم، میام پایین اسکرین داخل کانتینر، من 18 تا دکمه میخوام بچه ها. پس میشه این، من 18 تا دکمه میخوام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، من 18 تا دکمه میخوام. شدید همچین چیزی بچه ها. حالا باید چی کار بکنیم؟ دکمه های ما بچه ها نگاه بکنید، خب یه سریاش دو تا، یعنی دو تا خونه رو اشغال کردن مثل AC و مساوی که اینجاست، یه سری خونه رنگشون فرق میکنه مثل این اپراتور ها، کلمه دلیت و این نقطه. پس باید اینا رو من یه تفاوتی بینشون قائل بشم. این تفاوت رو در قالب پراپس انجام میدم، یعنی من میام به این کامپوننتم پراپس پاس میدم، اون تفاوت رو ایجاد میکنم. اولین تفاوتی که وجود داره بحث اینه که بعضی خونه ها دو تا، بعضی دکمه ها دو تا خونه رو اشغال کردن. اینو چجوری انجام میدم؟ ما داخل اینجا یه چیزی داریم بچه ها به نام گرید کالم. اگر شما گرید کالم رو بذارید اسپن دو، دو تا خونه رو اشغال میکنه. پس کافی اینجا یه فانکشن بنویسم، این جاوا اسکریپت دیگه، من میتونم توی کد جاوا اسکریپت بنویسم. این فایل من که من داخلش هم هستم این فایل جاوا اسکریپته، پس مجاز هستم داخلش جاوا اسکریپت بنویسم. اول میام اینو پاس میدم اینجا بهش، میام برای خونه اول که میشه در حقیقت AC و خونه آخر که میشه مساوی گرید اسپن پاس میدم، یه دونه پراپس پاس میدم به اسم گرید اسپن مساوی میذارم با 2. این یه پراپس بچه ها، حالا قرار از این پراپس من برم استفاده کنم، با این آخری هم پاس میدم. حالا میام اینجا میخوام از این پراپس استفاده کنم، میام چیکار میکنم؟ یه دونه فانکشن مینویسم به این صورت. شما وقتی یه همچین چیزی میذارید داخل فایل جاوا اسکریپت، یعنی نشونش اینه که میخواید کد جاوا اسکریپت بنویسید.
یه فانکشن می نویسم که این فانکشنه پراپس رو به عنوان ورودی می گیره، گرید اسپن رو به عنوان ورودی می گیره. خب بذار من اسش هم بزرگ کنم که با قشنگ تر بشه، اینجوری معلوم بشه منظورمون گرید اسپنه. اوکی، گرید اسپن به عنوان ورودی میگیره و یه بلای سرش میاره. چیکار میکنه؟ میاد چک میکنه اگر گرید اسپن وجود داشت، یعنی تو ورودی به عنوان پراپس پاس داده بودم، میاد چیکار میکنه؟ میاد ریترن میکنه، یه بک تیک میذارم گرید داش کالم دو نقطه اسپن اون گرید اسپن. بچه کل این کد معادل چیه؟ من اینو پاک میکنم اینجا. معادل اینه که من اینجا اومده باشم اینجوری نوشته باشم، نیا کنید اگر اینجا بسیم گرید کال ببخشید گرید کالم اسپن دو، اگه من یه همچین چیزی بنویسم تمام دکمه هم دوتا خونه میگیرم، یا که دوتا دوتا میشن. من فقط کافیه این گرید اسپن دو رو برای بعضی از دکمه ها درستش بکنم با فانکشن. پس اگه اینو من به هر دکمه بدم اون شکلی میشه. پس میام چیکار میکنم؟ میام میگم که اگر اون دکمه پراپس گرید اسپن داشت اون رو درست بکن. الان فقط همون دوتا خونه، نکن اولی و آخری دوتایی میشن. چرا؟ چون من گرید اسپن رو فقط به این دوتا پاس دادم. نکته بعد این که بچه شما میتونید اینو با ارو فانکشن هم بنویسید، یعنی میتونید خیلی ساده تر بنویسید به این صورت. نیا کنید میتونید اینجوری بنویسید یه ارو فانکشن. خب اینجوری من پراپسر اینجا پاس میدم گرید اسپن رو. خب بعد چون یه خط کد میخوام بنویسم اینم لازم نیست، میام می نویسم اگر از ترنل اکسپرشن استفاده میکنم، اگر گرید اسپن وجود داشت، بخش ترنل اکسپرشن نیستیم، یه اند میذارم گرید کالم دو نقطه اسپن گرید اسپن. این یه خط کد معادل کل اینه بچه. یه ارو فانکشن نوشتم که گرید اسپن به عنوان پرافس میگیره، چک میکنه اگه گرید اسپن وجود نداشت که کل این میشه صفر دیگه، یه اند دیگه، یه سمتش وجود نداره پس میشه صفر، هیچی برنه هیچی اتفاقی نمیفته. اگه گرید اسپن وجود داشت اون وقت این ور برمیگردونه به من. اوکی خیلی حالا میذارم همه حالت بالا بمونه، فرق نمیکنه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. این دکمه های آپریشن هم باید رنگشون خاکستری باشه. دقیقا میتونم دوباره از همین حالت استفاده کنم. دکمه آپریشن هم میشه کدوم ها؟ این که میشه اولی، بذار نیا کنیم ببینیم. دکمه اول 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 7 11 15 و آخری میشه 1 2 3. پس به این بعد یه چیزی پاس بدم، پاس میدم آپریشن، هیچ چیزی هم نمیخواد اصلا، فقط خود آپریشن رو پاس میدم. این شد 3 بعد 7 4 5 6 7 میام اینجا آپریشن 10 11 به این آپریشن نه 8 9 10 آره 3 تا دکمه بینشون فاصله است، آپریشن به اینا پاس میدم آپریشن. حالا میام اینجا دقیقاً اینو که پاک کرده بودم اینو برمیگردونم، میگم اگر چیزی به نام آپریشن وجود داشت، آپریشن اگه چیزی به نام آپریشن وجود داشت این آپریشنه. خب تو یعنی با پرافس وجود داشت چیکار کنم؟ به جای این میستم چی بچه ها؟ بک گراند کالر، بک گراند داش کالر، در اصل میگم بک گراند کالرش باشه چی بچه ها؟ گری همین سادگی. یا کن اینجا الان اینا شد قدید شد چقدر زیبا. خب فقط مونده چیکار کنیم؟ این علامت مساوی و منها به اضافه هم بتونیم بیاریم داخل اینا بذاریم، که اینا باید یه تریکی بزنیم، یه ترفندی باید بزنیم. خب من همینم هم بچه ها اینو بر میدارم از اینجا. گرید اسپن رو میرسم اینجا
بیرید داشت کالم اسپن گیرید اسپن دیگه به این هم نیاز نداریم تو اینو پاک کنیم. خیلی خب اوکی بریم سراغ اون به اضافه من ها رو باید اینجا بذاریم. میام چیکار میکنم برای این دکمه ها؟ میام اینجا. خب اولین دکمه هم اینه دیگه، میشه تقسیم. تقسیم کجاست؟ تقسیم از کجا بیاریم بچه ها به نظرتون؟ رو کیبورد. خب من یه لحظه قاطی کردم. خب برای اینکه شما بخواید یه علامت تقسیم بذارید دکمه آلت رو نگه دارید، صفر 247 میشه تقسیم. پس دکمه آلت رو نگه دارید، صفر 247 رو بزنید دکمه هاشو، 0 2 4 7 پشت سر هم. برای ضرب در میذارم ایکس رو میذارم، اساس خودم اذیت نمی کنم. بعد میشه به اضافه و منها پایینیش، این میشه به اضافه، این هم میشه منها، و آخری هم میشه مساوی. مساوی به این صورت. حتی این خوب نشد بذارید. پس ایکس ها این هم باید بریم کدش رو پیدا کنم تو اینترنت. اگر هم خواستید پیدا کنید می نویسید مولتیپلیکیشن سیمپل آن کیبورد. اینو که بنویسید این لینک، فکر کنم این لینک بهتون میده. اینا هاشش بچه نگاه کنید، میگه صفر 215 میشه. پس آلت رو نگه میدارم، صفر 215 آلت، صفر 215 شو زب در. این 247 بود، این 215. صفر 215 صفر 247. خب میبندیمش، با اینم کار نداریم، این شو زب درمون. خیلی هم شیک و مجلسی. خب ما دو تا دکمه هم داریم رنگشون آب... سه تا دکمه داریم آبی هن. دو دکمه بالا و دات. اینا رو هم باز همون روش استفاده میکنم. این دو تا دکمه بالاست، اسمشو میذارم کنترل. پس میشه این، یکی هم این، یکی هم فکر کنم بشه این. بعد میام اینجا دقیقا این همین رو می نویسم بچه. میگم اگر کنترل بود، خب اگه کنترل به عنوان پاس داده شده بود، این به جاش بشه چی؟ اسکای بلو. اسکای بلو، آبی آسمانی. به این صورت. خب بذارید این مقادیرش هم دیگه پاس بدیم. خب این چیه بچه؟ اولی چیه؟ AC. دومی چیه؟ دل. بعد 7 8 9 7 8 9 4 5 6 4 5 6 بیزم تا درسته؟ درسته. و 1 2 3 0 1 2 3 و این هم 0. خیلی عمالی. خب فقط یه نکته کوچولو مونده تمام. این لبه های پایین رو نگاه میکنید، اینا برد رادیوس داره دوتا دکمه آخر. به اینا باید یه دونه پس پراپس دیگه پاس بدم برای اون. میام اینجا به این داتمون که این باشه، خب یه بوردر پاس میدم، یه پرافس به نام بوردر. به این هم یکی دیگه پاس میدم بوردر. خب به این دوتا بعد میام اینجا ازش استفاده میکنم. میام اونایی که بوردر داشته باشن، البته واسه یه لحظه فرق میکنم. میام میگم چیکار میکنم، چون یکی نیستن نمیتونم یه چیز پاس بدم. خب اینو میکنم چیز پریود، اینو میکنم اکوال، یا بزن دات، اینو میکنم دات، اینو میکنم اکوال یعنی مساوی. اکوال میگم اونی که دات داره یه مدل باشه، اکوال یه مدل باشه. میگم اگر دکمه بودش که بذار دارم کپی کنم، دکمه بود که دات رو با خودش آورده بود، پایین سمت چپش باید برده رادیوس داشته باشه، درسته؟ پس میگم اگر دات بود بک‌گراندش همین باشه، این درسته. علاوه بر بک‌گراند border bottom دات سمت چپ left radius. یا کنید این دات این سمت چپ پایینش border radius داره،
اینو مثلا مساوی بزنیم با 10 پیکسل. حالا همینو کپی میکنم برای ایکوال، میگم اون دکمه ای که ایکوال داره، ایکوال اینو بذار ببندم ببینید بگیم کنید اسکار بلو باشه، فقط این میشه رایت به جای لفت به این صورت هچی نکنید. آن راسته این رنگش فهم کنید باید همون گری باشه. خیلی خب اینم از این یک کنید، پایینش هم چیز شد. خیلی خب بچه ها اینم از کل دکمه های ما درست شد. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام شروع کنیم فانکشنالتی به این دکمه هم بدیم که بتونن کار بکنن. فعلا خدافظ.